به نام خداوند بخشنده مهربان دانش آموزای درس سلام من امیر حسین قمر نژادم مدرس زیست شناسی از وبسایت درسینوفن سینوفن به چنل ما خوش اومدید به نظرتون ژنتیک گیاهی چیز سختیه به نظرتون مباحث گیاهی زیست شناسی چیز سختیه اگه جوابتون بله هست حتما پیشنهاد می‌کنم که تا آخر ویدیو همراهمون باشید و این ویدیو رو تا آخر مشاهده بکنید چون عنوان این مبحث ما ژنتیک گیاهیه همونطور که از فصل 8 دهم ده میدونیم نهاندانگان تنها گروهی از گیاهانند که دانهدار هستند و تولید گل انجام میدن گل بخش تولید مثلی گیاه به حساب میاد این گروه از گیاهان آوندار هستند و به دو گروه تکلپه و دولپه تقسیم بندی میشن برگ ساقه و ریشه اندامهای رویشی گیاه هستند و گل و میوه اندامهای زایشی به حساب میاد گلها شامل تک جنسی و دو جنسی میشن که گلهای دو جنسی شامل تمام حلقه ها و گل تک جنسی فقط شامل حلقه سوم یعنی نر یا حلقه چهارم یعنی ماده میتونه باشه گلها دارای دو بخش رویشی و زایشی هستند که حلقه اول و دوم که کاسبرگ و گلبرگ هستن رو رویشی و حلقه سوم و چهارم رو که پرچم و مادگی هستن به بخش زایشی طبقه بندی میکنیم همونطور که قبلا تو ویدیوهای جداگانه به میتوز و میوز اشاره کردیم میتونید تشخیص بدید که محصول میتوز دو سلول مشابهه و محصول میوز چهار سلول خواهد بود که در ویدیوهای جداگانه به اون اشاره کردیم حالا وقتشه که بریم سراغ ساختار پرچم یا همون ساختار تولید مثلی نر هر پرچم از دو بخش میلو و بساک تشکیل شده که بخش بساک بخش متورم انتهای میله است که کیسه گرده در اون تشکیل میشن حالا مراحل تشکیل دانه گرده چی تو مرحله اول کیسه گرده دیپلوید تو بساک تشکیل میشه و در مرحله دوم یاخته های دیپلویدی در کیسه گرده میوز انجام میدن و هر کدومشون چهار یاخته گرده نارس هاپلوید رو ایجاد میکنن که در ابتدا به هم متصلن تو مرحله سوم با انجام تقسیمات میتوز در هر یک از گرده های نارس و تغییرات تو دیواره اونها دانه های گرده رسیده هاپلوید به وجود میاد با شکافته شدن بساک دانهای گرد رها میشن و گرد افشانی اتفاق میفته که مرحله چهارم یا مرحله آخر به حساب میاد هر دانه گرده رسیده شامل دو دیواره داخلی و خارجی میشه و دو سلول هاپلوید به نام سلول رویشی و شی رو شامل میشه که توی این شکل میتونید اون رو مشاهدش بکنید حالا وقتش بریم سراغ ساختار مادگی یا همون ساختار تولید مثلی ماده هر مادگی از سه بخش کلاله خامه و تخمدان تشکیل شده تخمدان بخش انتهایی مادگی قرار گرفته که تخمک در اون تشکیل میشه حالا مراحل تشکیل کیسه رویانی چیه تو مرحله اول یکی از سلولهای درون تخمک جوان که دیپلویده که پوششی دولایه هم داره که ما اون رو بافت خورش مینامیم بزرگ میشه و شروع به انجام میاز میکنه تو مرحله دوم از چهار یاخته هاپلوید حاصل شده یک یاخته باقی میمونه که به طور معمول با سه نسل تقسیمات میتوزی ساختار هفت یاخته ای با هشت هسته هاپلوئید به نام کیسه رویانی رو ایجاد میکنه از هفت یاخته ای که وجود داره در کیسه رویانی سه یاخته دور از منفذ تخمک قرار گیرند یک یاخته دو هسته ای بدون تقسیم سیتوپلاس در مرکز کیسه رویانی و سه یاخته دیگه در نزدیکی منفذ تخمک قرار گیرند از بین این سه یاخته ای اخیر که گفته شد یاخته وسط سلول تخم‌زایی که بزرگ سره و دو یاخته دیگه یاخته های همراه نامیده میشه. توجه بکنید که بچه ها جنوتیپ هر هشت هسته کیسه رویانی با هم یکسانه چون حاصل تقسیم میتوزه یعنی A به علاوه A اگه اون ژنوتیپ یاخته تخزای ما A کوچیک باشه یاخته دو هستی ما A به علاوه A نامیده میشه حالا که ساختار تولید مثلی نر و ماده رو گفتیم و فرایند تشکیل هر کدومشون رو گفتیم نوبت به ترکیب اینها میرسه که اون مرحله رو لقاح مینامیم تو مرحله اول پس از پذیرفته شدن دانه گرده توسط کلاله لوله گرده با افزایش حجم یاخته رویشی ایجاد میشه و در بافت خامه نفوس پیدا میکنه تو مرحله دوم یاخته زایشی در لوله گرده تقسیم میتوز انجام میده و دو اسپرم یا گامت نر رو با ژنوتیپ یکسان ایجاد میکنه در مرحله سوم اسپرم ها به درون تخمدان و کیسه رویانی وارد میشن و در مرحله چهارم یکی از اسپرم ها با یاخته تخمزا یاخته اصلی یا تخم اصلی که دیپلوید هست رو ایجاد میکنه که این تخم در نهایت به رویان دانه نموف پیدا میکنه که این خیلی بخش مهمیه بخش پنجم از آمیزش اسپرم دیگه با یاخته دو هسته ای، تخم زمیمه که تریپلوید هست ایجاد میشه که با تقسیمات میتوز متوالی به بافت آندوسپرم یا درون دانه نموف پیدا میکنه. پس ما اینجا یک تخم اصلی یا دیپلوید رو داشتیم که بعدا به رویان دانه نموف پیدا کرد و یک تخم زمیمه یا تریپلوید رو داشتیم، که با تقسیمات میتوز متوالی به بافت آندوسپرم نمو پیدا کرد که اسم آندوسپرم همون در اون دانه هستش که شما توی این شکل میتونید اجزای اون رو و مراحلش رو مشاهده بکنید نکته ای که اینجا وجود داره بچه ها تمام مواردی که گفته شده مربوط به گیاه های دیپلویده و باید توجه کنید که تو گروهی از گیاهان علاوه بر این که گیاهان دیپلوید هستن گیاهان تتراپلوید مثل گل هم وجود داره که در ادامه توی این تصویر اونها رو مشاهده خواهیم کرد. دونستان اجزای دانه در حل تست ها بسیار مهمه. دانه شامل پوسته، رویان و ذخیره غذاییه. پوسته دانه در اثر تغییرات دیواره تخمک به وجود میاد که ژنوتیپ مشابه والد مادش رو قطعا داره. رویان حاصل رشد نمو به تخم اصلیه که شامل برگ رویانی، ساقه رویانی و ریشه رویانی میشه که ژنوتیپ مشابه با تخم اصلی دارن ذخیره غذایی هم حاصل تقسیم های پی در پی تخم زمیمه هستند که آندوسپرم نامیده میشن که دو گیاهان دیپلوید به صورت تریپلوید به وجود میان. نکته ای که اینجا های زهمیته ژنوتیپ رویان دانه با پوسته دانه ممکنه مشابه یا متفاوت باشه. مثلا اگه یاخته های دیپلوید گیاه ماده به صورت A بزرگ A بزرگ B بزرگ B بزرگ باشه و ژنوتیپ دانه گرده به صورت آی کوچیک B کوچیک باشه تو این حالت ژنوتیپ پوسته دانه به صورت A بزرگ A بزرگ B بزرگ B بزرگ،, بزرگ و ژنوتیپ رویان به صورت A بزرگ A کوچیک B بزرگ و B کوچیک خواهد بود که در ادامه مسائلی که قرار هست با هم دیگه حل بکنیم در سه تیپ مختلف اونجا بهش اشاره میشه که حتما پیشنهاد میکنیم تو مسائل هم همراه ما باشید بسیار خوب بچه ها حالا تو مثال اول اومده میگه گیاه نهاندانه با گل دو جنسی. یعنی هم نر و هم ماده با جنوتیپ یه بزرگ یه کوچیک بی بزرگ بی کوچیک رو در نظر بگیریم و جنوتیپ موارد خاصه شده رو بگیریم از اونجایی که گل ما دو جنسیه پس جنوتیپ که ما آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک چرا چون بساک بخشی از این گل به حساب میاد و این گل هم ژنوتیپش آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیکه پس ژنوتیپ بساک با ژنوتیپ گیاه والد یا گیاه اصلی یکی هستش مورد دوم ژنوتیپ گرده نارس بچش گرده نارس برای اینکه میتوز بکنه خب این گل هم گل دو و یه ژنوتیپ بیشتر به ما نداده بنابراین ما اینجا چهار نوع گرده نارست داریم چرا؟ یک بار آ با این بی یک بار این آ با این بی و یک بار این آ با این بی و یک بار این با این یعنی چهار حالت ممکن یعنی ما اینجا آی بزرگ به بزرگ آی بزرگ به کوچیک آی کوچیک به بزرگ و آی کوچیک به کوچیک داریم یعنی چهار نوع ما اینجا گرده نارس رو تولید کردیم ژنوتیپ. سلول رویشی و زایشی چون این سلول ها بچه ها حاصل میتوز گرده نارسن به همین خاطر هاپلویدن و ژنوتیپی مشابه گرده نارس دارن پس از لحاظ ژنوتیپی مشابه گرده نارس هستن مورد بعدی ژنوتیپ سلول میشه گفت دیواره داخلی دانه گرده هستش که این هم ژنوتیپش مشابه با گرده نارسه دلیلش چیه چون منشه اینها بچه ها یکیه یعنی دیوار داخلی دانه گرده با ژنوتیپ گرده نارس مشابهه مورد بعدی ژنوتیپ پوسته تخمکه که میشه گفت این هم پوسته تخمک چون ساختار دیپلویدی داره پس همون ژنوتیپ گیاه والد رو میشه به ژنوتیپ پوسته داد پس این هم ما اینجا تونستیم به راحتی به دست بیاریم مورد بعدی ژنوتیپ هسته های کیسه رویانیه بچه هسته های کیسه رویانی بچه حاصل تقسیم میتوز یاخته باقی مانده از میوز سلول بافت خورشت با ژنوتیپ آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ و بی کوچیک بنابراین میتونه هر یک از حالات بالا رو یعنی اینها رو داشته باشه پس ژنوتیپ هسته های کیسه رویانی میتونه هر کدوم از این مواردی که اینجا توی ژنوتیپ گرده نارس گفتیم توش باشه پس این شد از مثال اولمون خب بچه تو مثال دوم اومده سوالی رو داده که با حل کردن این سوال میشه گفت خیلی از حساب به راحتی حل میشن. و اگر تا الان مطالبی که توی ویدیو گفته شده رو با دقت مشاهده میکردید میتونید به راحتی ژنوتیپ ها رو به دست بیارید میگه ژنوتیپ آندوسپرم یک یه ذخیره دانه تو گیاه نهاندانه به این صورته میبینید سه ان هستش یا تریپلوید هستش باشه حالا ژنوتیپ موارد خاصی شده در از ما میخواد بچا اگه خاطرتون باشه <تصفح> توی جدولی که توضیح دادیم شما میدونید که یک سلول دو هسته ان n به علاوه ان بود که با یک سلول زایشی لقاه انجام میداد که 3n میشد و این دوتا اللحاظ تیپی کاملا شبیه هم بودن اینجا ما ببینیم که اینجا دوتا شبیه هم داریم دوتا یه بزرگ یه بزرگ داریم توی A ها توی B دوتا B کوچیک داریم توی C ها دو تا سی کوچیک داریم و توی دی هم خب سه تا دی شبیه هم داریم که دو تا مال همون یاخته دو هسته‌ایه پس اینجا تخزای ما چی بوده؟ ببینید تخزای ما به لحاظ ژنوتیپی آی بزرگ بی کوچیک سی کوچیک و دی بزرگ بوده خب این میشه تخم تخزای ما حالا یاخته دو هسته ای ما چیه؟ همون آی بزرگ آی بزرگ بیه کوچیک بیه کوچیک سی کوچیک C کوچیک دیه بزرگ دیه بزرگ نگاه کنید بچه ها خب ما الان فهمیدیم که آقا هر کدوم از این های این کوچیک ها چون تقسیم شدن دو تا مشابه دارن پس اینا همه دوبار تکرار میشه پس یاخته دو از سه ما بهش اینه تخسای ما هم اینه حالا جنس نر چیه این چیزایی که باقی موندن من دارم بالاشون یه علامت میذارم این ژنوتیپ اون سلول رویشی زایشی است که میشه گفت اضافه شده و هم به تخزا اضافه شده و هم به میشه گفت اون یاخته دو هسته ای نکنید گامت نر لقا کرده با یاخته دو هسته ای یعنی آی کوچیک بی بزرگ سی بزرگ دی بزرگ اومده لقاه پیدا کرده با آ به س چیز با میشه گفت همون س د که اگه اینها رو با هم لقاه بدیم میشه چی رویانش میشه این میشه آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک سی بزرگ سی کوچیک دی بزرگ دی بزرگ پس رویان ما به دست اومد لقاه این دوتا میرید ای رو کنار هم می‌ذاریم بیاری رو کنار هم میذاریم چون لقاه دیگه حالا یاخته دو هسته ای هم باز اضافه بشه این فرمت رو به ما میده یعنی لقاهی که گامت نر با یاخته دو هسته ای انجام میده یه چنین ترکیب جنتی باندوسپرم با رو اینجا به ما میده پس ما اینجا به راحتی تونستیم مسئله یک مسئله ژنتیک گیاهی رو حل بکنیم با صرفا شناختن ویژگی بخش مختلف دانه. مثلا شما اینجا آندوسپرم یا ذخیره دانر که میدونستی سه ان بود رویان این گیاه سه ان دو ان هستش طبق اون جدولی که بچه ها توی همین ویدیو بود میتونید راحتی تشخیص بدید که هر گیاه مثلا وقتی مثلا جنس نر دو ان باشه جنس ماده دو ان باشه مثلا رویان چند انه یاخته میشه گفت زخیرش یا آندوسپرمش چند ان اینه و اینها میدونید تمام اینها رو به دست بیارید پس این شد درباره مثال دو که این مثال خیلی مهمی بود خب بچه توی مثال سوم ما میایم صفت‌های همتوان رو در نظر میگیریم بچه ها دانه گرده یعنی جنس نر که WW پس میفهمیم که آقا این گرده یا سلول زایشی که حضور داره همون W این تست هم سرسری داخلی 90... نو... سرسری داخل 98 که تست خوبیه میتونیم با مال این نمونه باهاش کار بکنیم ببینید بچه ها ما اینجا سلول زایشی رو به دست آوردیم گفتیم آقا در ولی گل میمونی کلاله گل میمونی که جنس ماده هست یا آر ممکنه وارد لقاح بشه یا دبلیو با سمین باید برای هر دوشون یک حالتی رو در نظر پس ما دو حالت داریم حالت اول اینکه آر بشه بخش تخمزا و با یک میتوز بشه آر به علاوه آر که بشه یاخته دو هست یا حالت دوم بشه W و یاخته دو هسته بشه W به علاوه W خب حالا این W ما میخواد وارد لقاح بشه با این اگه لقاه پیدا بکنه میشه RW با این اگه لقاه پیدا بکنه میشه دبلیو دبلیو پس این میشه سفید درست این میشه صورتی خب تا اینجا هم سفید داریم هم صورتی داریم توی حالا این w ما اگه با این وارد لقاه بشه میشه دبلیو آر آر یا آر آر دبلیو خب و اگر با این لقاه پیدا بکنه میشه دبلیو 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 مثل آدرس وبسایت ما خب www که اینجا قرار گرفت حالا می‌بینیم که آقا سفید سفید به علاوه سه تا دبلی یعنی هم رویان ما به دست اومده یعنی www به دست اومده خب یه رویان داریم ما یک آندوسپه اینجا هم یه رویان داریم یه آندوسپه بریم تو کدوم گزینه هستش آیا تو بین صورتی ها ما WRR داریم خب این که نیست اینجا هم دبلیو آره پس این هم نیست توی سفید ها میبینیم که آقا سفید داریم بله WWW داریم بله RR نداریم حذ میشه و پاسخ گزینه چهار هستش که حالا من اینجا به اشتباه تایپی اینجا زدم دو تا سه داریم دیگه ولی خب شما بدونید که اینجا گزینه چهار جوابه این از مثال سومی که حل کردیم بریم سراغ مثال چهار که یک صفت تک جایگاهی رو میخوام با هم بررسیش بکنیم خب بچه توی مثال چهار حالا میخوایم یک مسئله ای رو حل بکنیم که میشه گفت یک صفت تک جایگاهی چند آلیلی رو مورد بررسی قرار میده یعنی میگه تو یک فرد دیپلوی یه صفت مستقل از جنس که تک جایگاهی چهار آلیلیه چند فنوتیپ و جنوتیپ میتونه تو شرایطی که یک و دو همتوان نسبت به سه بارز و ای چهار بر تمام اینها قالب باشه نام باره. این مسئله دو تا روش داره من روش اول چیه روش اول اینه که شما چون فرد دیپلویده و میشه گفت دو تا جایگاه بیشتر نداره این چهار تا الیل رو با صفت حالا ارتباطی که با هم دارن کنار هم قرار میدی میگه ما چند تا حالت داره a1 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 a2 a1 a3 و a1 a4 a2 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 a3 a2 a4 من دلیل اینکه اینجا a1 ای a ای دو رو دوباره نیاوردم چون ما اینجا دوباره تکرار میشه که من میخوام بیارم. پس حالات رو دقت بکنید مورد بعدی A3 A3 هست A3 A4 هست و A4 A4 بریم چند حالا شد یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده تا ده تا ژنوتیپ ما ده نو ژنوتیپ رو ما اینجا داریم حالا نسبت به روابطی که اینها با هم دارن ما میام اینها رو طبقه بندی می‌کنیم. خب میم میگیم که آقا A1 و A2 هم پس ما این مدل اینجا داریم یه دونه A1 داریم اینجا اولش که میگید A1 و A1 داریم یه A1 داریم یک نوع A... حالت داریم A1 و A2 داریم چون هم و اینجا باز میبینیم A1 و A3 داریم که باز اینجا A1 بارزه دیگه خب A1 نسبت به A3 بارز A1 نسبت به A4 خب بارز نیست و نهفته میشه پس اینجا A4 رو داریم نوع بعدی A4 رو داریم اینجا باز A2 و A2 رو داریم که باز اینجا یک A2 به ما میده نوع بعدی A2 هست A2 A3 که باز اینجا A2 رو داریم تکراریه اینجا هم باز h4 داریم که تکراریه پس اینجا همه نوها اومده و پس ما اینجا یک اینجا بذارید a3 هم داریم دیگه a3 a3 هم داریم پس اینجا یه a3 هم چه گفت خروجی فنوتیپی به ما میده اینجا خب و باز اینجا چهار اینجا هم چهار که تکراریه پس ما اینجا چند نوع فنوتیپ داریم پنج تا فنوتیپ پنج فنوتیپ رو ما داریم این میشه روش حل به شیوه سنتی حالا به روش صنعتی چجوریه برای محاسبه حالا این روش هایی که این چنینی هست بخوان حالات رو به دست بیاریم بچه ها از فرمول n در n به علاوه یک تقسیم بر دو میتونید استفاده بکنید الان n ما چند الان ما چهار تا آلل داریم دیگه چهار ضبط داره 5 میشه 20 تقسیم بر دو میشه ده. پس ما اینجا به راحتی میتونیم ژنوتیپ ها رو به دست بیاریم حالا اگه بین آلل ها رابطه بارزیت ناقص و همتوانی باشه تعداد فنوتیپ ها رو هم میتونیم از طریق این فرمول به دست بیاریم که میبینید یک روش کاملا ساده برای حل این مسائل هست توی روش تستیشون که اگه دیدید که مثلا زمان بره بخواید دونه دونه اینها رو بچینید اگه تعداد علل ها بیشتر بود مثلا 8 تا بود خب طبیعتا سخت تر میشه به همین خاطر شما میتونید از این فرمول استفاده کنید اگر رابطه بین علل ها بارزیت ناقص یا همتوانی بود همشون یعنی چیکو بارز نفتگی نبود میتونید از این فرمول برای به دست آوردن تعداد فنوتیپ ها هم استفاده کنید این مسائل تموم شد باز اگر مسئله خاصی دارید که براتون سوال پیش اومده میتونید حتما از طریق کامنت ها با همون در میون بذارید و میتونید بگید که حالا اونها رو هم با همدیگه دیگه حل بکنید بچه خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید این ویدیو ما به اسمام رسید سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه حمایت شما خیلی برای ارزشمنده فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا دیدار بعدی بدرود <applause> Thank you for watching!